گفتم که معلومات ثبت نام به برنامه جدید آلمان به زبان دری، انگلیسی و پشتو هست. شما اگر سرزی کلیک کنید اینا باز میشه. هر زبان را که راحت هست اما را باز کنید. مثلا به صفحه دیگه باز کردیم، به زبان دری هست. رهنمودی درخواست برنامه پذیرش فدرال آلمان در کابل لفت برو که گفته ایره بسیار به دقت بخونید. چی کسی میتوانند درخواست بدهند؟ اولین شرطشی است که متقاضی باید شهروند افغانستان باشه یا پاسپورت یا تذکره داشته باشه. حرف دوم این است که متقاضی باید در افغانستان حضور داشته باشه. پس این موضوع واضح میکنه که خارج از افغانستان نباشه. متقاضی اصلی باید حداقل به یکی از گروه های ذیل تعلق داشته باشه که مثلا به دلیل شغل خود یا به دلیل فعالیت خود در معرض خطر باشه. یک شغل یا کار شما حقوق بشر بود، یا که مثلا در وزارت امور زنان کار میکردین یا در رسانه کار میکردین، فعلا جان شما در خطر است، یا بخش نظامی این آبادین جان شما در خطر است، یا فعالیت های مدافع حقوق بشر، فعالیت مدنی میکردین جان شما در خطر است. این یک مورد ذکر شده. البته بخش های مختلف هم شما میتونید که علاوه بکنید. دو، افرادی که به دلیل جنسیت زن، حالا در افغانستان میبینید که زن ها اصلا بیرون رفتن نمیتونن، گرایش جنسیتی و هویتی یا باورهای گرایش جنسیتی به معنی که تروجنسی باشه یا باورهای مذهبی باشه. باورهای مذهبی دوستای گرامی اولویت بندی قسمی میشن. اقلیت های مذهبی از کسانی شروع میشه که کمترین موجودیت داشته باشه. مثلا در افغانستان اگر ما مسیحی ها در نظر بگیریم یا یهودی ها در نظر بگیریم، بسیار اعمار کمی هست. بعد میره در قسمت هندو ها میشه و بعد در مورد شیعه ها میشه و همچنان برده های بعدی میه. یایی که شما گفته که باورهای مذهبی مورد اذیت آزار قرار بگیرن. و حرف دیگه گفته که متقاضی اصلی باید عضو از خانواده شما باشد که بیشترین مورد هدف قرار میگیرد، بخصوص در صورتی که شواهد موجود هست. اینالی اگر پدر شما بیشتر در مورد خطر است اما ثبت نام بکنه، اگر مادر بیشتر در مورد خطر هست نظر به وظیفه خود، او ثبت نام بکنه، بقیه از خانواده خود زیر مجموعه خود ثبت بکنه. یا ای که مثلا یک اولاد خانواده شما مثلا که نانوار خانه شما هست، یک بخش مهم وظیفه داشته و در مورد خطر بوده، او میتونه که متقاضی اصلی باشه. متقاضی اصلی میتونه اعضای خانواده خود، اعضای خانواده درجه اول، خانم باشه میتونه شوهر خود بیاره، اگه شوهر باشه میتونه خانم خود ثبت بکنه. یا اینکه فرزندای زیر 18 سال باشه، اینی قوما یا اقارب درجه اول شد، اینا رو میتونه همراه خود ثبت بکنه. و سایر اعضای خانواده رو که به متقاضی اصلی وابسته هستن، وابسته به ایمانا که ناناورش هست، یا اینکه از نگاه سرپرستی مربوط از او میشه، یا اینکه نفر معیوب هست مربوط شما میشه. اعضای خانواده که در کشور امن حضور دارن نباید درخواست اضافه شوند. این یک مورد ذکر کرده. و مراحل ارسال درخواست چه قسمی هست؟ یک، فرم درخواست رو باز کنید، از توسط نی وبسایت سرش کلیک کنید. قبل از پاسخ دادن سوالات مطالعه کرده و مدارک مورد نیاز این فرم قبل از قبل آماده نمایید. یعنی پیشا پیش اینمی صفحه ما و شما تا پایینه که میخوانیم، اینمی خیلی کمک میکنه که مطابق همی اسنادهای ما و شما آماده باشه. برای آماده کردن درخواست این رهنمود رو بخونید، در صورت امکان پرینت بکنید خوب میشه. زمانی که درخواستی شما آماده شد، فرم درخواستی رو باز کنید در اینجا و درخواستی خود رو ثبت کنید. شما یک ساعت اینترنت قوی نیاز دارید. در صورت امکان فرم درخواستی رو در لپتاپ ثبت بکنید، ثبت نام بکنید، یا در کامپیوتر باشه یا تبلت باشه. و اگه امکانش نبود میتونید از تلفن استفاده بکنید. بناهن این یک سوال شما جوابش داده شد که اول کامپیوتر، لپتاپ یا تبلت باشه، بعد اگر نه توسط تلفن هم میشه. البته سخت است. حرف چهار میگفته پس از خانه‌پوری و ارسال فرم درخواستی از طریق ارگان کابل لفت بروک یک شماره ثبت دریافت میکنید. شماره را پیش خود نگاه کنید. آخر که ثبت نام شما خلاص شد، همین یک کیس نمبر برای شما داده میشه. نکاتی که مهم از قبل از خانه‌پوری فرم بدانید. متقاضی اصلی باید فقط یک بار میتونه درخواست بده و پس از ارسال نمیتونه که دو تغییرات وارد کنه. ارسال بیش از یک درخواستی از طریق نهادهای مختلف امکان پذیر نیست. یعنی یک بار ثبت نام کردین درست است دیگه. در آلمان اطلاعات را به طور صحیح و کامل درج فرم کنید. برای ترتیب درخواستی با دقت این راهنمود استفاده کنید. از بخونید
حرف دیگه ای که مدارک رو مطابق دستورالعمل زیل تهیه کنید. اگر منتظر مدارک مهمی هستید، تا تهیه شدن مدرک ارسال درخواست خود را معطل کنید تا یک اسناد شما تکمیل شود، با یک با اسناد خوب درست و حسابی این ثبت نام شروع بکنید. این نکات مهمی بود که یک بار میتونید درست ثبت بکنید، اگر اسناد شما تکمیل نیست رو تکمیل کنید. و تهیه درخواست، فرم درخواستی شما در چهار بخش ترتیب شده است. اما فرم دوستای گرامی که شما خانه پوری میکنید، بخش اولش پرسشنامه هست، سوالات در مورد متقاضی اصلی و خطری که با آن مواجه هست، این یک بخشش میشه پرسشنامه. بخش دومش بیانیه کتبی هست، شما در واقع شرح میدین که چه خطری مواجه شدین، اینو نوشته میکنید، یا به زبان انگلیسی باشه یا به زبان آلمانی باشه. با فارسی مارسی زیاد نوشته نکنید، چندان جالب نیست. یعنی شما عملا یک فایل ورد نوشته میکنید و مثلا در اینجا من همین فایل تنظیم کردم، لینک از رم در اختیار شما قرار میدم که یک نمونه را شما استفاده کرده بتانید. امتی یک نوشته را شما میکنید، اینی میره میگه که استیتمنت، بیانیه. بخش شواهد، هر تهدیدهایی را که شما دریافت کردین، چه توسط تلفن بوده، چه تهدید نامه بوده، حضوری بوده، چه که بوده، هر اسکرین شات دارین، مسیج دارین، هر چی دارین، اونا رو باید شما آماده داشته باشین. بخش چهارم، بخش اعضای خانواده که سوالا در مورد اعضای خانواده متقاضی اصلی و مادر داره که مورد نیاز هست. به این معنی که اگر زن و شوهر اینا باشه، اینا خو اعضای خانواده درجه اول است، کدام مشکلی نداره. و اگر بعد برادر و خواهر یا پدر و مادر باشه، شما باید یک سلسله اسنادهای لازم است که باید اونار داشته باشین. و در ادامه گفته که از هماهنگ بودن بخش های فرم درخواستی خود اطمینان حاصل کنید. مثلا ما سرش بعدن باز کار میکنیم که وقتی سوال میکنه شما چی تهدید متوجه شدین، دقیقا جوابش را ارائه کنید و زیاد گردورد نباشه. تمام تهدیدها و خطرات رو که در پرسشنامه انتخاب میکنید در بیانیه کتبی خود توضیح دهید. اونجا گزینه هایی داره، مثلا چی تهدید متوجه شما شده، لتکوب شده، بازداشت شده، هر چی هست. اگر شما میگین لتکوب شده، باز یک مرحله بعدش نوشته که کی در کجا توسط کی لتکوب شدن. اگر بازداشت شده، شما انتخاب میکنید که ما بازداشت شده بودم، باز میگه کی در کجا و چه رقمی. اینا رو آمادگیش را امیالی داشته باشین. من میخوانم شما هم یادداشت کنید که چه چی چیزایی بوده. تمامی خواب به طور مثال در پرسشنامه اگر انتخاب کنید که متقاضی اصلی در طول یک سال گذشته دو بار دستگیر شده، شما باید هر دو دستگیری رو در بیانیه کتبی شرح دهید. در این مت یک نوشته که بود شرح دهید و در ارتباط با واقعه مذکور سند و مدارک موجود را صمیمانه درخواست کنید. و یا در پرسشنامه اگر انتخاب کنید که متقاضی اصلی در طول 3 ماه گذشته 5 بار تهدید شده، شما باید هر 5 بار تهدید را در بیانیه کتبی شرح دهید و در ارتباط با تهدیدات مذکور سند موجود را زمینه درخواست کنید. این میگه که شما میگین ما در فرم، مثلا در این بخش های فرم میگین که ما 5 بار تهدید شدیم، این 5 بار در اینجا باید ذکر کنید که کی در کجا بوده. یک، در اینجا گفته بود که 4 بخش است: پرسشنامه است، بیانیه کتبی است، بخش شواهد است، بخش اعضای خانواده است. در قسمت بخش پرسشنامه گفته در 4 قسمت با حدود 120 سوال در مورد متقاضی اصلی و خطرات تهدیدهای متوجه آنهاست ترتیب شده. متقاضی اصلی باید حداقل یکی از گروه های خطر زیل انتخاب کنه و پاسخ ادامه بده. در قسمت دوم پرسشنامه خطر به دلیل شغل یا فعالیت متقاضی اصلی، گفته که فعالیت را انتخاب کنید که به دلیل آن متقاضی اصلی بیشتر در معرض خطر است. شما ممکن چندین وظیفه داشته باشین، یکی ممکن است که در وزارت امور زنان کار کرده باشین، ممکن است که در کمیسیون حقوق بشر کار کرده باشین، یا ممکن است کمیسیون انتخابات کار کرده باشین. هر کدومش که فکر میکنید مهم هست، اما بخش مهمش اول انتخاب بکنید، یا به هر کدومش که شما تهدیدی دریافت کردین امور زیاد برجسته کنید. اگر شغل یا فعالیت مورد نظر شما در لیست موجود نیست، مثلا فعالیت نظامی در این برنامه شامل نیست، شما نزدیکترین گزینه را انتخاب بکنید. شما میتونید چندین فعالیت رو در این قسمت انتخاب بکنید. یک گزینه همه که فعالیت شما چه بوده نظامی در اینجا شامل نیست، شما میتونید یک بخش های دیگر را انتخاب بکنید، مثلا کار کردن در یک از بخش های ادارات دولتی، چون نظامی یک بخش دولتی بود. دیگه به فعالیت هایی که در بیانیه کتبی خود انتخاب کردید مراجعه کنید و اگر مدارکی در دستورتون اون را آپلود کنید. اگر متقاضی اصلی این فعالیت خود در انظار عمومی ظاهر شده است، گزینه مربوطه را انتخاب کنید. اینجا یک سلسله سوالایی میکنید در این فرما که آیا شما کار میکردین در محضر عامه میمودین، مثلا شما اگر ترویج مسیحیت میکردین آیا در محضر عامه حاضر میشدین یا نه، یا اگر شما در مورد
و اصلا حقوق بشر معلومات میدادین، آیا آمده در خیابان حاضر ظاهر میشدید رسانه اینا؟ اینا را گزینه های میه که در فرم هست. هنی فعالیت خود متقاضی اصلی کجا و چگونه قابل مشاهده بود، چگونه طالبان در مورد آنها اطلاع یافتند، چگونه دیگران از آنها مطلع شدند. سازمان شرکت مؤسسه خاص را که در آن میکردین تمام وقت نیمه وقت به عنوان پیمانکار داوطلب یا به عنوان عضو نام میبرید. ممکن به نهادهای مختلف شما کار کرده باشید، در اینجا ذکر بکنید. در قسمت سوم پرسشنامه خطر به دلیل آسیب پذیری اینجا ذکر کرده، از گروه های آسیب پذیر گزینه های مربوط متقاضی اصلی را انتخاب کنید، یا به دلیل جنسیت زن بدن است، یا که جنسیتی تراجنسی نباشد، یا به قاید مذهبی باشد. ممکن شما باورهای مذهبی شما خلافی دیدگاهی گروه طالبا باشه، شما میتونید که نوشته کنید به دلیل اعتقاد مذهبی مد خطر است. بیانیه کتبی خود را در هیچ ناحیه متنی دیگر از بخش پرسشنامه درج نکنید. این چیزی که شما در اینجا نوشته میکنید در بخش پرسشنامه نباشه، باید شما خود شما جدا کنه نوشته کنید. از هماهنگی بین تمام سوالاتی که در این بخش به آنها پاسخ داده اید اطمینان حاصل کنید. در اینجا گفته شده که باید همه چیز شما درست باشه. به طور مثال اگر پاسخ دادید خشونت فیزیکی یا شکنجه را تجربه کردید، منطقی است که گزینه سلامت را به عنوان یک حق قانونی در معرض خطر انتخاب کنی. میگین که ما شما مورد خشونت فیزیکی قرار گرفتین، پس چی چیز در مورد خطر بوده؟ زندگی شما، لایف شما، سلامتی شما در خطر بوده. به طور مثال اگر پاسخ دادید که مدافع حقوق زنان یا حقوق بشر هستید، گزینه حقوق زنان، حقوق بشر و گزینه خود تعیین‌گری رو به عنوان موضوعات حساس انتخاب کنید. شما همچنین باید فعالیت های خود رو در مورد حقوق زنان در بیانیه کتبی خود شرح دهید. چی فعالیت حقوق زنان و حقوق بشری انجام میدید که چگونه این کار شما در معرض خطر قرار میدهد. تمام تهدیدهای جو حملات را که برای متقاضی اصلی رخ داده یا متقاضی اصلی در آن حضور داشته، یا مستقیما و شخصا به دلیل اینکه به یک از گروه های خطر مرتبط بوده و تحت تاثیر قرار گرفته است انتخاب کنید. هر تهدیدی که متوجه شما شده انتخاب بکنید. تمام تهدیدها و خطراتی که متقاضی اصلی با آن مواجه شده است باید در پرسشنامه و در بیانیه کتبی درج شود. هم در فرم شما را نوشته بکنید دوست گرامی، هم در اون نوشته که میکنید اونجا باید ذکر شود. بخش بیانیه که خواب در صورت امکان با شواهد حمایت شود، سند ارائه داشته باشند خیلی خوب میشه. دو، بخش بیانیه کتبی در بیانیه که در مورد تهدیدها و خطراتی که متقاضی اصلی با آنها مواجه است به زبان انگلیسی یا جرمنی بنویسید. این بیانیه شما یا انگلیسی باشه و با زبان آلمانی باشه. بیانیه مذکور را فقط در بخش 5-4 توضیح دهید. این فرم هست دوستای گرامی. اینجی او خدای من چقدر پایین رفت. بخش 5-4. بله. شما در اینجا میگه که دلیل در خطر بودن خود شما اینجا تشریح بکنید. شما میگین که provide explanation، در اینجا باز نوشته میگین که چه خطرهایی را متوجه شده. در ادامه گفته که درج کنید، در بخش 5-4 درج کنید و در فرمت PDF اپلود کنید. از هماهنگ بودن بیان کتبی، پاسخهایی که به سوالات در پرسشنامه ارائه میدهید، مدارکی که اپلود میکنید اطمینان حاصل کنید. خب، به طور مثال میتوانید مورد ذیل رو در بیان کتبی خود درج کنید. شرح کوتاه ستیدها و حملات به ترتیب زمانی آنها ارائه کنید. مثلا سال 2018، 2017، 2016 سالا بسیار منظم باشه. چی زمانی، چطور، کجا، چی کسی و آن را با گروه خطری که در پرسشنامه انتخاب کرده اید ارتباط بدهید. توضیح کلی از عدیده و خطراتی که متقاضی اصلی با آنها مواجه است با پاسخهای ارائه شده در پرسشنامه هماهنگ باشد. طور مثال به دلیل شغل یا فعالیت جنسی، گرایش جنسی، هویت جنسی، اعتقاد مذهبی یا قومی در خطر هستید، اونها همه چیز منظم ذکر شده باشه. بخش شواهد دوستای گرامی، در واقع شما می چیزایی را که ادعا میکنید سندش موجود باشه. شواهد شامل اسناد، لینک های اینترنتی و اظهارات کتبی را با استفاده از دستورالعمل ذیل آماده کنید. این قسمی اگه تهدید شما دارین ایتو آماده کنید. از ارائه مدارک جعلی و دستکاری اسناد خودداری کنید. در صورتی که دولت آلمان از جعل و دستکاری اسناد مطلع شود، ممکن است پرونده شما را رد کند. اسکن یا تصاویر اسناد اصلی را آپلود کنید. اسناد باید واضح و خوانا باشه. شواهدی که به زبان رسمی دری یا پشت باشان را ضمیم میکنید. در صورت امکان به زبان انگلیسی یا در جرمنی ترجمه کنید. از ترجمه تمامی بخش های متن شواهد از جمله تاریخ، آدرس، امضا و غیره اطمینان حاصل کنید. خون و خوانده بتونه که چی هست. ترجمه ها باید دقیق باشن و از ازدیاد متن خودداری کنید. در ادامه گفته که
اگر شواهدی برای واقعی رویدادهای کلیدی ندارید، در بین کتب خود توضیح دهید در مورد نبودن شواهد اضافه کنید. چرا شما اسناد ندارید؟ شما بگید من خودم در صحه بودیم، اصلا کس نبود از من فیلم بگیره، عکس بگیره اینا، یا اگر عکس داشتین میتونید رو علاوه بکنید. مدرک رو در فرمت مورد نیاز آپلود کنید. ممکن است با تغییر نام، فرمت مجدد، ادغام، تقسیم یا فشرده سازی مدارک نیاز باشد. خب مثلا نام خود و فایل خود شما اگر تنظیم میکنید، بسیار منظم تنظیم بکنید، با فرمت پی دی اف باشه یا عکس باشه، پی ان جی باشه، و هر اعضای خانواده فایلش جداگانه باشه. فایل ها حاوی اسناد خود به زبان انگلیسی نامگذاری کنید. این یاد شما باشه، نامش به انگلیسی باشه. مثلا تخلص نفر باشه، اسم نفر ذکر شه، نام سند ذکر شه. مثلا احمدی محمد نظیف نامش شد پاسپورت. این رقمی به انگلیسی نوشته کن، احمدی محمد نظیف پاسپورت. من نمونش دوستای گرامی اینجا ترتیب دادیم بین قسمی. مثلا یک نفر را گفتیم که در بخش نظامی کار میکرده، آرمی نشنال تذکره، همچنین چیز را ما ترتیب کردیم. یعنی گفته که اول تخلص نفر را نوشته کنید، بعد نام نفر در فایل نام نوشته شد، و بعد هم سند ذکر شد. برای هر موضوع میتونید حد اکثر 5 سند آپلود کنید. حجم هر فایل میتواند حد اکثر 10 مگابایت باشد. و در ادامه، شواهد در مورد تهدیدها و حملات. تمامی شواهد موجود در مورد حملات را که متقاضی اصلی در پرسشنامه انتخاب کرده و در بیان کتبی شرح داده است آپلود کنید، هر سندی که دارید. اگر شواهد موجود است میتونید آنها را ارسال کنید. آنها میتونند نامه های تهدید یا احضارنامه، مثلا از طرف طالب ها، نامه های هشدار دهنده زمان دولت سابق درباره تهدید ها باشن. هر سند تهدیدی که است اونها رو شما علاوه بکنید. بسیاری از اشکال ها دیگر شواهد نیز وجود دارد، میتونید ارائه دهید. بهتر مثال اسکرین شات های پیام های خصوصی یا رونوشت پیام های صوتی لیست کامل شواهد مورد نیاز. مثلا اگر برای شما تهدید نامه یا پیام آمده بوده، یا برای شما پیام صوتی ارسال شده بوده، پیام صوتی ارسال شده بوده اما حرف اونا را جملات را دانه به دانه نوشته بکنید. در اینجا چند نمونه از شواهد احتمالی برای وضعیت های خاص تهدید یادآوری شده است. وضعیت تهدید الف، متقاضی اصلی به تجمعی رفت که در آن گروهی از مردم برای سازماندهی اعتراضی کرده هم آمده بودند. پلیس یعنی گروه در محل تجمع حاضر شدند و تعداد حاضران را دستگیر کردند. متقاضی اصلی توانست فرار کند. این یک نمونه هست شواهد. اینی وضعیت تهدید بود. اینال شما چی سند دارید؟ الف، اسکرین شات هایی که از پیام خصوصی واتساپ ارسال شده توسط کسانی که در گرد همایی درباره آن اتفاق افتاده است، به طور ایدئال با تاریخ هایی که در اسکرین شات قابل مشاهده است، شامل ترجمه انگلیسی، رو نوشت پیام های کتبی صوتی، مقالات و اینا مورد است که شما میتونید مستند سازی بکنید. وضعیت تهدیدی بی، متقاضی اصلی توسط پلیس گروه بازداشت مورد بازجویی قرار گرفت و پس از چند ساعت آزاد شد یا لتکوب شد. اگر لتکوب شد میتونه که عکس های بدن اینای خدا بگیرید. شواهد احتمالی برای وضعیت تهدیدی بی چی؟ اینا مستند سازی کنید. حکم دستگیری برای شما حکم آمده بود، مکتوب جلب آمده بود، بازداشت یا آزادی بود، چی بود اینا موجود، یا اگر پیام خصوصی واتساپ یا پیام صوتی نام آمده بود، اونها رو شما باید ضمیمه بکنید. خب دوستای گرامی، اینال شما این تمام معلومات رو به یک قسمی تنظیم میکنید، و اما اعضای خانواده شما چه قسمی میشه؟ برای همه اعضای خانواده به سوالات پاسخ دید و اسناد لازم رو آپلود کنید. علاوه بر این، برای سایر اعضای خانواده دو بیان جداگانه به زبان انگلیسی و آلمانی در مورد وابستگی به متقاضی اصلی، در مورد خطر مشترک اونها نوشته کنید. مثلا زن و فرزند و اینا باشه کدام مشکل نداره. اگر برادر و خواهر و پدر و مادر شما مثلا میخواید امرای خود علاوه بکنید، شما باید یک بیانیه جداگانه نوشته کنید که مثلا چرا خواهر من امرای من هست، بی سرپرست است، من سرپرست اینایش بودم. یک بیانیه یا دو بیانیه را در مورد ازو حتما نوشته کنید. یا مثلا به دلیل وابستگی مالی باشه، یک دلیل قناعت بخش نیست، یعنی که بگم از نگاه مالی را حمایت میکنم، دلیل قناعت کننده نیست. بیانیه را در بخش 6 پرسشنامه درج کنید و در قسمت پایینم ذکر کنید. می توانید دلایل زائل ذکر کنید. وقتی که میگن یک نفر مثلا خواهر ما یا مادر ما یا پدر ما زیر مجموعه ما هست و بسته با ما هست، مربوط سلامتی میشه، مراقبت صحی از اونا در دوش شما هست. اینی رو میتونید نوشته بکنید در بیانیه خود. وابستگی اجتماعی، و تا مثال در صورت که متقاضی اصلی به اعضای خانواده به عنوان محرم واقع شود،
مثلا شما محرم خواهر خود هستید، در صورت اگر نباشین او دیگه واقعا در معرض خطر است. چگونگی وضعیت سایر اعضای خانواده در صورتی که متقاضی اصلی افغانستان را ترک کند؟ مثلا میگین که ما افغانستان را ترک کردیم دیگه وضعیت اونایی که باقی میمونه بسیار خراب میشه، بنان اونا هم باید همراه ما باشه. تهدید و حمله به اعضای خانواده به ارتباط متقاضی اصلی، شما مثلا نفر اصلی شما هستن ولی خانواده شما هم در معرض خطر است، اینا را هم نوشته بکنید که هم ما تهدید شدیم و هم اعضای خانواده ما. اینا سندهای خود شما چگونه آماده بکنید؟ تا حد امکان مدارک آپلود کنید، مدارک منقضی شده نیست قابل ارسال هست، مثلا پاسپورت شما تاریخش تیر شده ارسال کنید، چون در پاسپورت نام و تاریخ تولد و تخلص اینا شما موجود هست. شما نیاز به ارسال همه مدارک ارسال نکنید، اما در صورت وجود میتونید مدارک زیر ارسال بکنید، مثلا اسناد هویتی، پاسپورت اسکیره اینا باشه. اگر متقاضی اصلی بیش از یک مدرک هویتی دارد همه این مدرک را آپلود کنید، تذکره برخی داره، پاسپورت داره یا کارت هویت زگی داره درست است. همچنان پاسپورت هایی در صورتی که منقضی شده باشند یا در حال منقضی شده باشند قابل ارسال هستند، درست است، چون نام و تخلص، تاریخ تولد شما و شهروندی شما در اونجا نوشته شده. شواهد تهدیدات شما علاوه بکنید، تهدیدها نامه است یا هر چی که بوده، اسکرین شات بوده، عکس حوادث بوده یا در روزنامه ها اینا موضوعات شما نشده، اینا را علاوه بکنید، با اونا روان بکنید. و مدارک مربوط به وظیفه شغل شما مثل کارت هویت شما باشه، قرارداد شما باشه، ارسال ایمیل بین شما باشه، نشون دهید که مثلا شما با یک نهاد کار میکردین و سابقه کار شما رو تایید بکنه. اسناد تحصیلی دارین شما باید علاوه بکنید، سرتیفیکیت باشه، اسناد دانشگاه اینا باشه علاوه بکنید. اسناد قابل رویت عامه، مثلا تصاویر از پست‌های شبکه‌های اجتماعی یا در یک وبسایت معلومات شما نشر شده باشه، اینا رو میتونید روان بکنید که نشان بده که این نفر یک نفر مهم هست. اسناد صحیح است، ممکن است که نشان بده شما چه موردهای صحیح رو نیاز دارین، کمک ها اینا اگر دارین میتونید روان بکنید. اسناد مرتبط با دولت آلمان، ممکن است شما با نهادهای آموزشی یا نهادهای پروژه های آلمانی کار کرده باشه، اینا رو به اونها ارسال بکنید. و مدارک برای اعضای خانواده متقاضی اصلی، اینج خیلی جالب هست، شما نیاز به ارسال همه مدارک ندارید، اما تا جایی که میتونید ارسال بکنید. اگر اعضای خانواده متقاضی بیش از یک مدرک هویتی دارن، اولویت به چی میشه؟ اعضای خانواده، پاسپورت مهم است، تذکره برقی، این دو تا خوب هست. اگر پاسپورت نبود، تذکره کاغذی خوبه، اگر تذکره یارد نبود، کارت تولد هم جای اینا میشه. اگر شما پاسپورت و تذکره الکتریکی دارین، تذکره کاغذی و کارت تولد ارسال نکنید. اگر اینی دو گزینه را ندارین، اینی گزینه‌های تذکره کاغذی و کارت تولد ارسال بکنید. ارتباط خانوادگی سندهای چه قسمی شود؟ اگر میخواید اعضای خانواده را با درخواست خود اضافه کنید، باید رابطه خانوادگی بین متقاضی اصلی و اعضای خانواده را ثابت کنید، تمام اسناد را آپلود کنید. اگر خانم و شوهر باشه، نکاح خط یا وثیقه خط اینا لازم هست. کارت تولد با نام به حساب همه چیزی که در اینجا هست علاوه بکنید خوب میشه. از اولادای خود چی را علاوه بکنید؟ کارت تولد باشه، نگاهنامه در صورتی که نام طفل در ذکرش را باشه، سند سرپرستی، ممکن یک اولاد را شما از کس دیگه به عنوان سرپرست یا به فرزند گرفته باشید. تذکره اطفال شما لازمه، کارت واکسین باشه هم قبول است. سند فوتی، یک در صورتی که نام اطفال در آن ذکر شده باشه، ممکن یکی از اطفال شما موجود نباشه. سایر اعضای خانواده، کارت تولد، نکاح خط، البته اینا باید با ترجمه انگلیسی باشه، و همچنان گفته شده که تذکره کاغذی باشه یا الکترونیکی برادر و یا خواهر، در صورتی که نام پدر و تذکره ها مطابقت کنند، نشان ده که همه خواهر شما هست، نام پدر شما این چیز هست، و رسد خط اینا هم چیز هست که لازم هست. اسناد بستگی سایر اعضای خانواده، فقط برای سایر اعضای خانواده اسناد، مثلا شما گفتین که مادر خدا، خواهر خدا یا کس دیگر با خود میبرین، وابسته شما هست، شما چی سند باید علاوه بکنید؟ اسناد صحیح باید علاوه بکنید که این مریض هست، سند سرپرستی که شما سرپرستش هستید، یا سند فوتی که مثلا پدر شما فوت کرده، مادر شما، نانخور یا عیال شما یا زیر سرپرستی شما هست. سند تحصیلی اینا ممکن است خواهر شما زیر سرپرست شما باشه و نشان ده که تحصیلات اینا رو شما حمایت میکنید. توضیحات کتبی باید ارائه بکنید که چرا خواهر شما باید با شما باید برادر یا پدر و مادر شما باید. مدارک تهدیدات مشترک، مثلا که آیا
کاری که شما میکردین اعضای خانواده شما هم تهدید شده یا نه؟ برادر شما، خواهر شما هم تهدید ما دریافت کرده یا نه؟ چی؟ هر چی که دارین شما علاوه بکن، عکس ها باشه، اسکرین شات باشه، پیام شبکه‌های مجازی اینا همه ایشان باشه، تماس های تلفنی، اخطارنامه ها باشه، اینا همه چیز باشه میتونین علاوه بکنید. توضیحات راجع به تهدید نامه حتما این نوشته بکنه که چرا برادر شما تهدید شده، چرا خواهر اینا شما تهدید شده. لطفا این مورد رو قبل آماده بسازید. خب دوستای گرامی، اینی بخش اولی موضوعات بود که شما اگر میند وبسایت کابل رو که ایمیل خود میزنید، شما رو میگه که ایمیل خود چک بکنید، به ایمیل شما یک پیام میآید که او دو پیام هم لینک موجود است، سر از کلیک میکنید ثبت نام شروع میشه و هم معلومات به سه زبان موجود هست که ما ایره در اینجا مرور کردیم که گفته بودن که همه چه کسی میتونه ثبت نام بکنه، مراحل ثبت نام چی هست، چه نکات باید داشته باشین، درخواستی شما چه قسمی هست و اسنادهای خود چه قسمی آماده بکنید. در ادامه میاییم که حالا بخیر ثبت نام شروع بکنیم. البته شما سر نمیز لینک اگر کلیک کنید به یک صفحه بعدی باز میشه که صفحه بعدی مربوط ثبت نام است.